علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، مهمان بخش از برنامه هستن. آقای افشاری، خیلی خوش آمدید. مهمترین اتفاق 1402 به نظر شما کدام بوده؟ خب به هر حال سوال دشواری، یعنی پاسخ دادن بهش که بگه مهمترین چه بوده، ولی شاید کاری که مردم در ماه آخر سال کردن، یعنی در این شبه انتخاباتی که بود، به هر حال یک نهی محکمی دوباره گفتن که این مسیر تغییرات انقلابی، این بازگشت ناپذیره و این فرصت رو به هیچ عنوان به رویکردهایی نمیدن که خواهان تجدید نظر هستن یا باز میخوان یک بسیار راهکار بینابینی رو دنبال بکنن. از این لحاظ هست، از لحاظ حکومتی هم شاید بشه گفت نه در یک اتفاق مشخص، در مجموعه اتفاقاتی که در حکومت میبینیم، ساری هستش که از یک طرف تشدید توهم بدخیم خامنه ای هست و از سوی دیگر میشه گفت دیگه انفکاک یا گسست کامل این حکومت از دنیای واقعی، یعنی کاملا انگار که در یک مثلا مرتب میده این واجه رو هی میگن، هم خامنه ای میگه، فرماندهان سپاه میگن، رئیسی تکرار میکنه، ما در قله هاییم یا در نزدیکی قله هاییم. درسته، این یعنی نشون میده که این مجموعه جدا از حال هر آنچه که سعی میکنند وانمود بکنند، ولی کاملا از دنیای واقعیت مجزان. همین الان در آستانه به اصطلاح نوروز هستیم دیگه، خب معمولا به هر زمان خرید هست، باید مردم شاد باشند، ولی مشاهداتی که از شهرهای مختلف ایران هست میگه بیشتر چهره ها گرفته هست، مردم واقعا معلوم مشکلات زیادی دارند، مغازه ها رو مقایسه میکنند در گذشته خلوتی هست، کسادی هست و نگرانی بسیار بزرگی برای عمده خرده فروش ها، چون اینا اعتباری خرید میکنن که چه کار بکنن برای موقعی که سررسید چک ها فرا برسه در ماه های به حال اردیبهشت یا خرداد. این میبینیم کاملا دوتا دنیای متفاوت، یا انتخاباتی که واقعا مظهر تمام کمال رسوایی هست، با همین عدد سازی هایی که کردن، رأی اول منتخب شهر تهرانشون از رأی 8 سال قبل خودش که تازه رتبه 52 شده کمتره، یعنی ما همین آمار خودشونه، هیچ کار دیگه ای نداریم، خود همین سند رسوایی هست. یا منتخب اول خبرگانشون الان 8% رأی استان تهران رو مثلا آورده، خب اینو دارن میکنن نماد موفقیت، میدونید. و خب این نرخ مشارکت هم همین حدود بوده؟ نه نه، قطعا من از نرخ مشارکت پایین تر از این بوده، این 41% که اعلام میکنن، شاید بشه گفت بین مثلا 32 تا بین 30 تا 33% مثلا بشه تقریبا تخمین زد، ولی من فکر میکنم شهر تهران با این وضعیتی که میبینیم، البته یه خرابکاری هم کردن، اول گفتن استان تهران 35% رأی داده، بعد گفتن نه اعداد اعشاریه و دهگانی اشتباه کردن، شد دوباره 26% که معادل دور قبله، چون قبلا یه افزایش اصلا غیر قابل توجیهی رو نشون میداد. اما به نظر من به واقع آرا سفید و باطل همه رو دور بکنیم، دور و بر 8% واقعا در کلان شهر تهران رأی دادن که نتیجه شده مثلا رأی اولی فردی مثل مثلا نبویان و یا مثلا حضور امثالی مثل رسایی و ثابتی در آرا اول. فکر میکنید که آقای خامنه‌ای، چون در مورد انتخابات صحبت کردیم، برشکل ترکیب مجلس خبرگان نزدیک نیمش حدوداً تقریباً 45% خودشون گفتن تغییر کرده، سابقه داره چنین چیزی شما؟ بله بله، ببینید تقریباً ما اگر همه این 6 دوره خبرگان رو ببینیم، حداقل 40% عوض شد. البته خبرگان یه فرقی کرده، اون 40% قبلی ها که عوض میشدن شاید نیمیشون میمردن در طول دوران نمایندگی، نصفشون رد صلاحیت شدن یا رأی نیاوردن، رأی نیاوردن، نصفشون میمردن. یعنی در اون دوره 8 سال نمایندگی اصلا به حال میگفتن قبلا مثلا 80-90% شروطی که برای خبرگان هستش این بیماری های سنگین نداشته باشه در خبرگان نمیری. این دوره خب نه، این افراد یا رسلایت چون اصلا کاندید نشد، البته باز در خبرگان پنجم هم فوتی ها زیادن. یه فرق دیگه ولی خب اینه که شاید چند ویژگی داره که اصلا عنصر اعتدالی اصلاح طلب خارج اصولگرایی نداره مطلقا در این مجلس. آخه حتی از اون گذشته مثلا آملی لاریجانی و روحانی و اینا رو کنار گذاشتن، مصطفی پور محمدی، اینا چه پیامی داره به نظرش؟ ببینید آملی راجع رأی نیاورد، خب البته حالا اینکه واقعا معلومه سازمان یافته این کارو کردن یا اینکه اونم مصاحبه قالیباف این اشتهار به فساد، چون آرا اومده پایین و همچنین نه اون و نه قالیباف در این طیف افراطی حالا به زعم خودشون انقلابی و بخش
جوان اصولگراها چندان محبوبیتی ندارن، اما خودشون بنیادگرا بله، حالا ما خودشون رو جهادی و ولایی و انقلابی مینامند و اینها، حالا جدا از اینکه این چقدر اینا اعتبار داره، اما خب روحانی رو که نگذاشتن بیاد. پور محمدی هیچ وقت از خبرگان نبوده. پور محمدی 8 سال قبل رأس صلاحیت شد، امسال ازش تایید شد، علارغم اینکه دبیرکل جامعه راه مهر تهران بود ولی در لیست جامعه مدرسین نرفت. یعنی خبرگان همیشه خامنه دوران رهبریش عملا داده به جامعه مدرسین. حالا نکته جالب تو همین انتخاباتی که به شدت یعنی به رقابتی صفر بود دیگه انتخابات این دوره، باز جامعه مدرسین تونست 77% اعضای فهرستش رو وارد این مجلس بکنه. این هم جالبه، یعنی 19 نماینده منتخب در لیست جامعه روحانیت نبودن و باز تو همین شبه انتخابات رفتن دادن. اکثرش هم تقریبا همشون گرایش اصولگرایی دارن یا منفرد و حال نزدیک به نظام هستن. فکر کنید این چینش ربطی به این داره که مثلا خامنه ای داره تصمیم میگیره یا تصمیم گرفته شده برای رهبر آینده؟ به نظر من خب این احتمالو بیشتر میکنه، متقاطعیتی نداره، چون حتی این خبرگان تموم بشه خامنه ای 92 سالش خواهد بود. یعنی حالا ما فرض رو بر این بذاریم که جمهوری اسلامی بقا پیدا میکنه، انقلابی در ایران نمیشه، تغییرات به هر حال غیر منتظره سیاسی، میتونه خامنه ای 92 سالم عمر بکنه، قطعی نه. بنابراین مسئله جانشین، تعیین جانشینی یا پرده برداری از اون یک امر به اصطلاح نزدیکی نیست برای حکومت که حتما باید قریب الوقوع باشه. اما به نظر میرسه که این خبرگان و تناسبش با اون فضای مطلوب خامنه ای بیش از خبرگان قبلی، البته همیشه اکثری از خبرگان دوم تا الان اون همسویی کامل رو باش تقریبا داشته، اشتراکشون زیاد بوده. اما خامنه ای به هر حال داره، یعنی ورای مجلس خبرگان در تمامی حوزه‌های حاکمیت الان به اون نقطه‌ای رسیده که این ترکیب ایدئالشه. حالا خودش مدل بندی میکنه جامعه اسلامی و دولت اسلامی، حالا تمدن اسلامی، تقریبا به زعم خودش داره تثبیت میکنه اون دولت اسلامی رو که نظیر واقعا همین دولت اسلامی داعش و غیره است، و بعد حالا بیاد به زعم خودش تمدن اسلامی و هم تثبیت وضعیت کنونی و هم تضمینش برای آینده. این خیلی مهمه. به نظر من برای خامنه‌ای مهمتر از فرد اینه که در آینده سیستمی رو به ارث بگذاره که همون فرد منتخب، هم مجموعه ای که قرار بلوک قدرت رو تشکیل بدن، به اون گفتمان، دیدگاه ها، نظراتی که اون بهش میگه اصول ثابت جمهوری اسلامی وفادار باشن و همون رو جلو ببرن. طبیعتا اون به اون سمتی بره که یه فرد مشخصی رو قبل از اینکه هر اتفاقی براش بیفته، مثلا گزارشایی بود که سلامتش بود خیلی مشکلاتی داشته و درمان هایی رو پشت سر گذاشته، بعید میدونم خامنه‌ای اینقدر بخواد ریسک بکنه که این قضیه رو بسپاره به مجلس خبرگان بعد از اون تصمیم بگیرن. به نظر منم تقریبا میشه گفت نه، منتها البته به لحاظ قانونی هم اینها الان یه کمیسیونی دارن در مجلس خبرگان بررسی میکنن، نه به این معنا که فردی رو انتخاب کنن یا بیارن در صحنه علنی مجلس خبرگان، یه لیستی دارن اینا رو بررسی میکنن. این آقای اسماعیلی از همین اعضای خبرگان پنجم بود که رفت، این توضیحات به نظر من دقیقی رو داده بود که این افراد، این لیست ممکنه تغییر بکنه، مثلا فرد شاید صادق لاریجانی 10 سال پیش در این لیست بوده، امروز نیست، ولی این جابجایی ها و حال بحث مشتبه خامنه‌ای نظر شما خیلی جدی نیست؟ و حال هست نه، حالا اخیراً که میدونم در این آخر روز سال مصطفی خمینی و افسر ارشد خامنه‌ای هست، اونو به عنوان جانشین خودش برای قبا روبی از حرم امام رضا انتخاب کرده بود، اونم معنادار هست. بنام دو فرزند خامنه‌ای هستن، رئیسی هستن، ممکنه که غافلگیر هم بشه فرد دیگری بشه، چون ابراهیم رئیسی 10 سال قبل اصلا نبود یعنی در گزینه‌ها، الان جزو گزینه‌های جدیه، ولی ممکنه خامنه ای 92 سالم عمر بکنه و فرد دیگه یعنی رئیسی هم تو این تحولات این سالها دوباره بره پایین، همینطور که مثلا صادق لاریجانی رشد سریع رو داشت و بعد هم رفته به حاشیه. وقت اندکی داریم، فکر میکنید آقای خامنه ای این جنبش زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشته یا همچنان درگیرشه، نگرانشه و نقطه ضعف خامنه ای چه هست به نظر شما؟ به نظر من خامنه درگیر اون هست، یعنی درگیر حالا فراتر از خود جنبش زن زندگی، تغییراتی که در جامعه هست و همچنین ریزش زیاد نیروهای خودش. به نظر من الان دغدغه اصلی خامنه‌ای ریزشی هستش که در بین خود پایگاه شما یه حکومت ایجاد شده، یعنی این ارجاعاتی که هی به مردم میده این معنی عامش نیستن، همین نیروهای به زعم خودشون حزب اللهی ها هستن و دغدغه اصلیش اونجا هست و کماکان هم نگرانی از به هر حال اینکه حکومت دچار چالش‌های بزرگ امنیتی در داخل و خارج شما، همین دشمن کردنش و همین موضوعه. ولی نکته که از خامنه‌ای به نظر من متوهم‌تر شده و در دنیای هپروت بیشتر داره سعی میکنه، حالا
حال صحبت هایی هم هست که ارتباطاتی با جاهایی هم حال برقرار میکنه غیره، حالا اونا رو بذاریم کنار، هی مرتب از عقلانیت متعارف شکافش بیشتر شده. این میتونه هم فرصتی باشه برای مخالفان که تصمیمات غلطی رو بگیره، خطا محاسباتش بیشتر شه و همه میتونه البته خطرات برای کشور رو هم در حوزه های ایجاد بکنه. سپاسگزارم. علی افشاری، درگر سیاسی.